مهدی وقتی دلتنگ می شود به اینجا می آید تا رنج ها و نگرانی های خود را با آب های روان این دریاچه شریک بسازد. روند اخراج پناهندگان پس از ماها توقف دوباره از سر گرفته شده و در این میان چندین گروه از پناهجویان افغان تا کنون به افغانستان اخراج شدند. با آنکه خطر اخراج مهدی را تهدید نمی کند، اما او باز هم نگرانی این وضعیت است. و من نمیفهمم که مثلا در حال حاضر این رقم است که بعد از اسپیلونگ خودم ممکن است که کدام حقی داشته باشم برای که بمانم اینجا و زندگی خود ادامه بدم. اما در طرف دیگر هم این ترس همیشه و همچنان همراه خودم است که آیا نشه وقتی که اسپیلونگ من خلاص شد قانون تغییر کنه و اما یک رقمی دیپورت شو mit deutsch zum beispiel es war ja auch schwer für mich habe sehr lange zeit darin investiert habe wirklich mir mühe gegeben um diese sprache zu lernen von der ich gar keine ahnung hatte und vor allem als ich in afghanistan war dachte ich mir vielleicht spricht ganz europa jetzt englisch und ja und dann musste ich irgendwann eine sprache anfangen zu lernen die komplett anders klang und komplett anders strukturiert war. مهدی با وجود نگرانی هایش از فعالیت هایش دست نکشیده با نهادها و انجمن های مختلفی همانند خانه فرهنگ افغانستان در برلین علیه نژاد پرستی خشونت علیه زنان نیز فعالیت میکند. علاوه بر آن وی مشغول کارآموزی در یکی از شفاخانه های برلین نیز است. سه سال است که اسپیلونگ ادامه میتوم در اواخر قسمتی اسپیلونگ قرار دارم و اسپیلونگ به عنوان یک پرستاری انجام میتوم در شفاخانه و یا بیمارستان شریطی. این فشار که همواره بروی ما بوده در تمام چند سالی که جوابای منفی را دریافت کردیم همیشه همواره با ما بوده و ترس از این را داشتیم که امروز دیپورت میشم، فردا دیپورت میشم و این پروسه تا کی قرار است که ادامه داشته باشه. اما با وجود تمام این مشکلات و استرس ها و غم ها و دوری از خانواده و فامیلی و دوستا و اقوام آشنایان تمرکز خود را روی درس بانم و همچنین فعالیت های دیگه و سعی کنم که کار و درس خود در آلمان به شکل مثبت ادامه بتیم تا ببینیم که شرایط چی میشه، خدا چی میخواه، سرنوشت برای ما چی میخواه و این موضوع به کجا ختم میشه. چی زیاد اذیت میکنید؟ تنهایی. این تنهایی را دوست داشتم که با خانواده خودم پر کنم. خانواده ایم همراهیم باشه و دوست داشتم که شاید به یک نحوی بتونم خانواده خود بیارم اینجا. مادرم، خواهرانم و برادرم. اما همیشه تمام پلان و نقشه های یک انسان او رقم پیش نمیره. کسای دیگه هستن در قدرت نشینی که اونا برای زندگی یک نفر دیگه تصمیم میگیرن. چند سطر کوتاه در مورد کسانی بگویم که در آلمان زندگی ما را از یک دریچه دیگه و از یک دیدگاه دیگه نگاه میکنن. صدای دهل میگن که از دور خوش است. به این نحوه صورت است که شما جای دیگه زندگی میکنین و چیزهایی را که شما مثلا ندارین ما در این کشور داریم. اما باور و ای بکنید که چیزهایی که ما آرزوش داریم شماها دارین. ما آرزوی داشتن با هم بودن یکی بودن را میکنیم. ما آرزوی داشتن یک جواب مثبت هم میکنیم در صورت که اگر ما در کشور خودمان میبودیم و اگر کشور ما امن میبود و اگر ما مجبور به ترک کشور خود نمیبودیم ما هیچ نیازی به جواب مثبت کدام دولتی نداشتیم. ما آزادانه زندگی میکردیم. اما این که چی اتفاق برای او میفتد آیندهش هنوز نامعلوم است. او سعی میکند که از آن استفاده بهتر را ببرد.